چطورین؟ به کانال یوتیوب من خوش اومدین. گفتم که یه ولاگ نصف روزه بگیرم ماما باشین. البته میشد تمام روزم بگیرم ولی گفتم یه ولاگ نصف روزه بگیرم که توی نصف روز با من و حسام باشین. بعد حالا اگه بخوام بگم اینه که ما به دلایلی چند روزی که خونه ایم و حالا شاید این دلایل رو سلام میه علیکی میکردی با بچه ها سلام. بعد حالا بهتون چند ما دیگه میگم چرا این چند روز خونه بودیم دیگه. امروز یه روزش که من کامل به خودم استراحت دادم و گفتم دیگه من بعد استراحت بکنم دیگه. امروز هم که غذا درست کردم از اون مرغ شکم پاره درست کردم توی یکی از ولاگام، توی یکی از دیلی ولاگ هام گفته بودم چه جوری، ولی اون دیلی ولاگه اصلا ویو نخورد. اصلا نتیجون خیلی هم پایینای چنله، شاید هم خوب نبوده نمیدم. ولی اگه میخوام بگین که بذارم یه مرغ شکم پاره سه سوت هست، واقعا خیلی هم خوشمزه است دیگه. همینجوری یه ذره افتاده بودیم، یه چند تا شورت ویدیو آماده کردم برای یوتیوب، گفتیم که بریم حالا تا دم همین خونه یه ذره هم قدم بزنیم، هم سری چیز میخوام بگیریم بیاین، تا اینکه احتمالا یه ذره از همون مرغ مونده ببینیم چیکارش کنیم برای شام. آره و اینکه همین دیگه، و اینکه دیگه همین، ببینیم که نصف روز ما قراره چجوری بگذره. حالا بخوام بگم از اینکه خونه خوب بود که این چند روزی ما خونه موندیم، یعنی حالا مخصوصا که حسام خونه بود خوب بود. یه ذره بعد از این همه بدو بدو، یعنی ما وقت کم ذره همدیگه رو ببینیم درست حسابی و کنار هم باشیم. اینش خوب بود، خدا وکیلی از این قسمتش خیلی راضی بودم. این ابروهام هم که برشم گن زدم توش، تو ویدیو قبلی دقیقا گفتم چرا و چجوری، الان گذاشتم که ببینم در بیاد. انشالله تا عید درست شه ابروهام. دعا کنین برای ابروهام. اولین باری که تو وقتی حساب منو میشناخ، یادته رفتم ابروهامو لیفت کردم از این لیفت آرایشگاهی، بعد اومدم تا حساب مندی برگشت اینجوری کرد این چی ابروهات انگار گاو لیسه ای زده، یادته؟ حساب چه هیچی نمیگی؟ بعد چیزه، بعد هیچی دیگه. برای همین من قبل از اون خیلی از مواقع ابروهامو لیف میکردم سالن. بعد دیگه بعد از اون حرفه انقدر خورد تو ذوقم، دیگه الان با ژل ابرو همون کار لیسه گاور رو انجام میدیم. و آسمون رو ببین چه خوشگله، لاگهیه در دیگه، آسمون همه جا یه رنگه. ببین الان هوا امارات انقدر خوبه، انقدر خوبه، یعنی باشه این چی اول پاییز طوره نه؟ ما میگیم منچستری. آره خیلی خوبه، هوا لذت میبریم. یه اومدیم در پیاده روی ببینیم که چی میشه، یه ذره وزنمون میاد پایین. ما توی این داستان عروسی انقدر توپل شدیم که خیلی توپل شدیم، حالا گفتیم که یه ذره تکون بدیم به خودمون. بعد خوراکی آوردم، ذره خوراکی آوردم همینجوری ده بخوریم که ضعف نکنیم خدای نکرده. بیا خوابون اینا رو ببین. اینم که میبینین محکمه است، میشه دادگاه، دادگاهه میدونی، یو نو فارسی کلی کلی کم، من فقط یا عربی که با من عربی یا عربی با من صحبت کن یا انگلیش. تنکی سو ماچ. وای چقدر آسمون خوشگله، خیلی خوشگله. اون خونه بود که آشپزخونش خیلی کوچولو بود، این بود، این و ما اینو نگرفتیم، ولی خب تو همین محل یه جای خیلی بهتر پیدا کردیم که
خونه گرفتیم خدا رو شکر. اینجا محل همین ویلاهای عرباست. بعد اینکه که چقدر بزرگ و خوشگل ویلاهاشون که اینکه نگاه همیشه در خونه هاشون بازه. همیشه در این خونه ها بازه. حالا من یک تفریحات مورد علاقه هم همیشه چیه؟ چه وقتی که حالا با ماشین میریم بیرون و اینا اینه که بریم این جاهایی که ویلا نشینن توی این سمت این ویلاها و این ویلاهای خوب رو نگاه کنیم. محله های خیلی خوب که لوکال نشینن و همه پول دارن و اینا. ای؟ آها اینا رو ببینیم. اصلا عشق میکنم، انرژی میگیرم، یعنی حس میکنم که اصلا اوکی منم قراره اینجا خونه بگیرم، اینجا زندگی بکنم. بعد محله خوب، نگاه خیابون بزرگ، محله خوب آروم، بعد همه دم خونه هاشون ماشین های لوکس پارکه، بعد نگاه ویلا خوشگل، متراژ بزرگ، اینجوری. پس میخوام ویلا ها رو به شما هم نشون بدم. البته اینجا از اینجا یه جا بهتر هم هست خب، ولی به اینجا فعلا رضایت میدیم چون پیاده ایم. تا اونجا رو دیگه دوره، اونجا رو باید با ماشین بریم. بعد اصلا اون یکی که بهتون گفتم البراری، وای من میخوام تو البراری خونه بخرم و اینا، اون اصلا اصل اصل، یعنی خیلی یه جایی که وقتی میری توش انگار وسط صحرا نیستی، انقدر که اونجا سبزه، انقدر که خوشگله، انقدر که اصله. حالا اونجا هم برشتی یه بار ویدیو میگیرم. حالا ببینیم، خیلی خوبه، دوست دارم. شالا هرکی بره همون جایی که دوست داره، تو اون خونهایی که دوست داره زندگی بکنه، اونجوری که دوست داره خدا بهتون ثروت بده، جیبتون رو پر پول بکنه. البته همیشه سالم باشین. الهی آمین. خونه که الان داریم رد میشیم سمت این بره تصویر میبینی، فکر خونه شون مهمونی چیزیه. نگاه کل تو حیاتش، یعنی چون که کل دیوارا رو چراغونی و اینا کردن، میبینی چقدر هم خوشگل خونه شون، خیلی خوبه. این فکر کنم مال خونه خودشونه ها، این چسبیده به همین خونه ها. بعد فعلا اینجور نشوند، نگاه چه خوبه، چه خوبه. چه خوبه، شبیه قصره یه خونه ها. خدایا شبیه جومانجیه، خیلی خوشگله. ما اومدیم رسیدیم اینجا فروشگاه، گفتیم یه چند تا چیز کوچولو میخوام برای خونه بگیریم و تو راه خیلی عمیق ما داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم. به نظر چقدر حرفایی تو راه زدیم سازنده بود. برید با پارتنرتون با شوهرتون برید، یه تایمی رو بذاریم برای هم با هم حرف بزنیم. و با یه قسمت الان با چه یه قسمت نهفته در من آشنا شدید. ها گفتم با چیزا من هیچ وقت کار نکردم، با این آژانس ها، با یه قسمت هایی از یه قسمت هایی از هم میشه کفه براتون که دارم میگی واه من این ممکنه. ولی آره خیلی من از آدم ها خیلی لایه لایه و لایه های پایینی دارن که وقتی میشه تا آخر اون هنوز یاد دارم برای هم بشکفن. یعنی نه سس بیژن برداشتید، همه چی اینجا هست، همه چی اینجا هست. آقا خرید کردیم در این برنامه پیاده روی، همین چیزای مصرفی خونه دیگه. من خیاشی رو رایت اینا ببین چی خریدم اینجا. بستنی دایتی، یه چیزایی پیدا میشه خدا شاهد توی ما رو. میخوام چجوری اومده تا اینجا، حساب میگه با لنجی که فریزر داره اومده تا اینجا. آره من دیگه نمیدونم بازا، ولی چند خریدیمش؟ چهار درهم؟ چهار تا؟ پنجاه تومن تقریبا. آره پنجاه تومن. چند بسته اینجا؟ اینجا الان این باشه 25 تومن مثلا. اه دیگه برحال ما رفتیم بستنی بکنیم.
خوشحال. چیزی غذا سر هم بکنیم، یه ذره با مرغ زور مونده. خیلی راه رفتم، قبول داری؟ واقعا زیاد راه رفتم. نشستیم هری پاتر ببینیم با آجیلا تخما و یه دونه پرتقاله که همینجوری مونده بود تو اتاق. ما وسط هری پاتر پاشدیم بیام که حسام میخواد شامو درست کنه. ببینیم هیچ کار میخواد بکنیم. نمیخوایی چی روغن بزنی؟ یه لایی حالا بزنم. خب اونجایی که ما قلمو نداریم مجبوریم به صورت دستی رفتار کنیم. این صورت خوبه، دست منم روغنی. اینا رو داریم میذاریم تو فر. فری هم که روشن نکردیم میذاریم که نمیدونم قراره چیکار کنیم. بذاریم ببینیم چی میشه. بگم یک ساعت، یک ساعت و نیم بعده و این شد از سیب زمینی ها. خب اینجوری سیب زمینی ها رو باز کردیم. یه ذره نمک، یه ذره فلفل اینا رو اینجوری همین تو همش میزنیم تا پورش با هم قاطی شه. اینجا که اینا رو بعد یا قاطی کردیم یه ذره پنج پیزا میریزیم روش. این از یه مدل دیگه هم داره، من درست میگم، ولی این دستور پخ با حسامه. خوبه؟ مثلا قرب قضای ما رژیمی باشه، رژیم با ما فقط. این شد نتیجه. به 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 به. در از اون قضای زهره که گفتم مرغ گذاشتم گریت شد توی فر، این یه ذره که از اون مونده. الان فکرم ساعت یکی گروبه. این هری پاتر رو چون ما تا ببینیم و اینا شام برو بخور، شام برو سانه رو طول کشه دیگه. الان اومدم تو اینجا بسشوی که آرشم پاک بکنم و بریم که بخوابم و بگم که امروز ما یه روز خیلی 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 خوشمزه یو داشتیم. واقعا حالا ناهاره که نبود، اگه خواستیم بگیم که اینو بزنم تو آشپزی با مینا. یه دونه از این مرغ شکم پلاس که میذاری تو فر، ولی خیلی راحت درست میشه و دنگ و فنگ نداره، خیلی هم نمیخواد تو مواد بخوابونیش، خوبه، حال میده. این تنوع جالبیه. اینه میبینی منافذم رو؟ آره اینه هست. یعنی ببینیم هره چی بشه. مرتوب کننده به جز آبرستان، اون آبرستان بود، این مرتوب کننده است.
تقویت کننده ابرو، اگه این تاج ابروام درآد به گندی که به ابروام زدم خیلی خوشحال میشه. بعد تقویت کننده موژه. آقا همین دیگه، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین، مرسی که همراه من بودین، خیلی دوستتون دارم، بوس به کلتون، مرسی که همیشه هستین، مرسی از حمایتتون، لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره، تا ولاگ بعدی بایی.